مارشال در عقب نشینی تاکتیکی چرا سلاح‌ها را تسلیم می‌دهید؟ به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلیبرس. تقاضا می‌نمایم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما نیز با خبر شوید. مارشال در عقب نشینی تاکتیکی چرا سلاح‌ها را تسلیم می‌دهید؟ مارشال دوستم، سیاست واگذاری شهرستان‌ها و طالبان اشتباه جبران ناپذیر است. مارشال عبدالرشید دوستم، رئیس جنبش ملی اسلامی افغانستان، با تاکید بر لزوم اتحاد در این کشور گفت که سیاست واگذاری شهرستان‌ها و طالبان یک اشتباه جبران ناپذیر است. به گزارش دفتر منطقه خبرگزاری تصمیم، مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، با اشاره به تجدید حملات طالبان گفت اکنون وقت یکی شدن است، هم دست شدن و استادن در برابر دشمن مشترک است. وی درباره راهبرد عقب نشینی تاکتیکی، نیروهای امنیتی و واگذاری شهرستان‌ها به طالبان نیز اظهار داشت. راهبرد تسلیم شهرستان‌ها به طالبان تحت هر عنوانی که باشد اشتباه جبران ناپذیر است. رئیس حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان تصریح کرد اگر به این فکر هستید که با تسلیم شهرستان ها می توانید از مراکز ولایت ها دفاع کنید، باز هم در اشتباه هستید. مارشال افغانستان خطاب به نیروهای امنیتی افزود اگر این راهبرد دولت است و در اختیار شما قرار گرفته، پس چرا بدون تلفات شهرستان ها را تسلیم نمی کنید؟ چرا صدها وسیله نقلیه نظامی نیز تسلیم شده؟ چرا روزانه ده ها جوان کشته می شوند؟ دوستم در ادامه نیز از بزرگان افغانستان خواست تا پیش از آن که دیر شود در کنار نیروهای امنیتی بایستند و خاک و جغرافیای این کشور را حفظ کنند. وی تاکید کرد هر راهبرد و قراردادی که خاک افغانستان در آن معامله شده باشد را نباید بپذیریم. ما هم می توانیم، تاریخ ما شاهد است. در عین حال و نقل از گزارش نامه افغانستان، عطا نور هرگز با مارشال دوستم برابر نیست. آقای نور هنوز به خطای دور رفته است. پس از سالها پس استادن و پیش افتادن، آقای نور امروز بانکی از ایشان بلند شد. اما همان خم خم رفتن با سکوت تسلیمیشان به ارگ بهتر بود. آقای نور فکر می کند همگی را خواب برده و مانند خودشان به بیماری آلزایمر دچارند. نه چنان نیست، ملت همه چیز را بیاد دارد. از روزی که علم قامت علیه ارگ را بلند کردی، در همان اولین روزهای استادی تو بود که همین شبکه های اجتماعی تو را به امپراتور شمال تبدیل کردند. و در اولین روز میلیون ها کاربرد شبکه های اجتماعی تو را همراهی و پشتیبانی کردند و ملت هم در حمایت تو از چهار سوی کشور به سلام تو آمدند. وقتی غنی در برابر تو به زانو در آمد، پاس همه انسانیت های مردم و شبکه های اجتماعی را ندونستی و به همه پشت کردی و این جمله شرمگین را گفتی: بعضی ها جنگ به زور می خرند. مگر وقت تو را امپراتور شمال می گفتند، باری گفتی که از این گفتار بوی ملک الطوایفی می آید؟ نه تنها نگفتی، بلکه با غرور گفتی که مستحق آن هستی. دوستان همه چیز را از غنی به زور با زور و نیروی قدرت خود گرفت و تو در رکاب غنی پاپوز غنی شدی و برای حفظ منافع خودت مجری اهداف قبیله در شمال شدی. باز هم دوستم بود و حالا هم دوستم است. به دید من تو در پابوسی ارگ باقی بمونی بهتر است. مگر نگفتی که اگر طالبان بیایند والیشان را قبول داری؟ من این نوشته را در سال 1399 نشر کرده بودم و لزوم نشر آن مجددن برای آن است که دوستم همین حالا یک تنه و تنها با تمام امپریالیزم می جنگد و آقای نور از زیر دوش آب و شیر در شبکه های اجتماعی پیام می دهد و همون شبکه ها را هم نقد می بنیاد می کند. عطا نور هرگز با مارشال دوستم برابر نیست. نوشته محمد عثمان نجیب. مارشال دوستم به قول شادروان دکتر نجیب ستون فقرات دولت ها خواهد بود.
برخی ها به هر نوی می خواهند استاد عطا محمد نور و مارشال دوستم را هم وزن بتراشند و یا برعکس. من برایشان می گویم فرق آشکار میان این دو است. یک، جهان و امریکا و از گذشته ها دور تا امروز دروازبان درب منزل دوستم بوده اند و بیشترین دولت ها و دولت مردان ما هم با صفهای طولانی و انتظارهای توان به بیم و امید خواهان اشاره گوشه چشم باز از سوی مارشال دوستمان. دو، جهان هرگز بالای استاد عطا محمد نور باور ندارد. استاد عطا برعکس دوستم خودشان دروازه های اربابان قدرت و سیاست را دق لباب می کنند و تا سرحد گیر می افتند که ناگزیر به تحریر استعفا می شوند. همه ما حداقل از برای نشرات گوناگون شاهدان عینی این امر بوده ایم. سی، دوستم در سفر و حضر و در دفعیت و حضور مردم خود را دوست دارد و پشتیبانی میلیون ها همراهشان است. چار، استاد عطا محمد نور برعکس هر زمانی که در منجلاب گیر ماند به مردم مراجعه می کند و دروازه های خود را گشوده می گذارد و تمام امتیازات مادی و معنوی را تنها برای خود و خانواده محترمشان می خواهد و زباله ها را برای افراد چون آقای عظیمی روا می بیند. پشتیبانی مردمیش در حد پروپاگاندا است. در فصل ملتهب اوزا که غنی استاد را کنار زد، همه ای ما مطابق توان و حرفه خود او را یاری کردیم. وقتی کارت سبز غنی را دید، همه گی دوستان خود را متهم به جنگ افروزی کرد. آرشیوها پر است از این خطابشان. 5. مارشال دوستان برخلاف عادتهای استاد عطا است. حق خود را با روشهای دفاع و تعرض به دست می آورد و یاران روزهای دشوار را فراموش نمی کند و برای غنی هم استعفای اجباری نمی دهد. مارشال شدن دوستم رواداری غنی و عبدالله نه، بلکه حق مسلم وی بوده و غنی با دل ناخواسته مجبور به امضای فرمان شد، ورنه او به استشار مشاوران داخلی و خارجی خود فرمانی به نام مارشال اعزازی صادر می کرد. پس بیایید هر که را حد و شخصیت و اثرگذارهای او بشناسیم. دکتر نجیب الله شهید دوستم را ستون فقرات دولت ها خوانده بود. استاد عطا تنها به حمایت مارشال فهیم فقید در بلخ باقی ماند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی دیگر، الله یارو نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.